سلام، درس 16 رو شروع میکنیم به عنوان بیزنس. در رابطه با کسب و کار هست این جلسه. If you don't want to work for someone else, you can go into business for yourself. پس اگه نمیخواید برای کسی کار کنید، میتونید برای خودتون کار کنید. Go into business for yourself. To go into business یعنی برید وارد کسب و کار بشید. You can set up a company. To set up a company. شرکتی رو راه بندازید in an industry that interests you. در بازاری یا در صنعتی که بهتر بگیم براتون جالبه. Of course, it's always good to do market research to determine if there's a need for your product or service. To do market research, تحقیقات بازار انجام بدید. یعنی تحقیق کنید ببینید که if there's a need for your product or service. ببینید اصلا نیازی برای محصول یا خدمات شما هست یا خیر. It's normal for small businesses to operate at a loss for the first couple of years before they start to break even. میگه که برای بیزینس های کوچیک نرماله که چیکار کنن؟ To operate at a loss. یعنی کار بکنن اما پول که در نمیارن هیچ، پول ما دست بدن. به ضرر کار کنن. To operate at a loss یعنی کار کردن با ضرر کردن، که در ابتدای بعضی از کارها میتونه منطقی باشه. که نوشته برای یکی دو سال اول خیلی زیاده، ولی تا برسیم به جایی که to break even. To break even یعنی یر به یر، سر به سر شدن. شما انقدی کار میکنی، انقدی پول در میاری که هزینهاتو پوشش میدی، یعنی بدهی برات در نمیاد ولی پولی هم در نمیاری، سود نمی کنی. به این حالت میگن break even. That's where the money coming in equals the money going out. بله همون میشه. اینجا کلمه این پشت if. بله. If there's a tough competition and your startup isn't able to gain market share, then your business runs the risk of going bankrupt. خب میگه اگر که رقابت سخت باشه، tough competition یعنی تو اون بازاری که شما هستید رقابت سنگین و سخت باشه، پس استارتاپ شما یا شرکت نوپای شما قادر نیست که چیکار کنه؟ to gain market share یعنی سهمی از بازار بگیره. market share یعنی سهم بازار. to gain گرفتنش. شما موفق بشید یه درصدی از سهم بازار رو برای شرکتتون بگیرید. در این حالت شما ریسک اینه دارید که چی بشه؟ going bankrupt و یا going under، که اینا در واقع اشاره به ورشکستگی داره. to go bankrupt و یا to go under به معنی ورشکستگی است. در ادامه میگه losing all its money and having to shut down. To shut down حالا برای کامپیوتر میدونید چیه، ولی برای شرکت معمولا به تعطیل شدن میگن. But if the amount of money coming into the company from sales is greater than the amount spent on expenses, then you are making a profit. اما حالت دیگه اینه که پولی که میاد تو شرکت از پولی که بابت هزینه ها expenses میره بیشتره، در نتیجه شما دارید سود میکنید. To make a profit به معنی سود کردن. To make a profit استفاده بردن، سود کردن. As your business grows، همونطور که بیزنستون داره رشد میکنه، you hire employees و یا you take on staff. You hire on staff. میبینید هر دوتا این فعل ها رو با هر دوتا این اسامی میشه استفاده کرد. Hire on staff و یا staff. Hire on employees. Take on stuff و یا take on employees، همشون به معنی استخدام هستند، کارمند استخدام میکنید. Another possibility is to make a deal with other companies to do business together. میگه یه احتمال دیگه اینه که چیکار کنید؟ معامله کنید، قراردادی ببندید. To make a deal که اینجا خودش یه کالوکیشن دیگه هم تو معنیش میگه، make an agreement، یک قرارداد بستن، یک توافقی انجام دادن با کمپانی های دیگه، با شرکت های دیگه، برای اینکه چیکار کنید؟ to do business together، با هم کار کنید،
بدبستون داشته باشید. In this case, در این صورت representatives که میشه نمایندگان, representatives from both companies will sign a contract. Sign a contract دقیقا یعنی همون چیزو قرارداد امضا کردن. یه قرارداد یه برگه رو می‌نویسین، اون زیرش امضا می‌کنید و با هم یه توافق می‌کنید. That establishes each party's rights and responsibilities. در اون قرارداد چه چیزی گفته شده؟ Each party's rights، حقوق هر کس، پارتی اینجا مهمونی نیست، گروه منظوره. حقوق و منظور از حقوق هم پول نیست دیگه، حق و حقوق منظوره. حق شما از این قرارداد و مسئولیت هاتون. Whenever you're planning to launch a new product، هر زمانی که شما قصد دارید یک محصول جدیدی عرضه کنید، to launch a new product، it's essential، این کلمه product هم کلن این صداهای او در انگلیسی بریتیش زیاده، در انگلیسی امریکایی میشن آ، product، یه همچین حالتی. It's essential to provide excellent customer service. Customer service یعنی خدمات مشتریان. خدمت بدید به مشتریتون دیگه. To provide هم فعلشه، یعنی ارائه دادن خدمات به مشتری. Excellent اینجا داره توصیفش میکنه، خدمات درجه یک، خدمات خیلی خوب، فوق‌العاده بدید به مشتری. Otherwise در غیر این صورت your customers will take their business elsewhere. To take your business elsewhere یعنی کارتو ببری جای دیگه. منظور این که بری یه شرکت دیگه، بری به یه نفر دیگه بدی این کار انجام بده. حالا اینجا میگه که مشتریاتون بیزنسشون رو کارشون رو برمیدارن میبرن جای دیگه. منظور این که میرن سراغ یه نفر دیگه که ممکنه رقیب شما باشه. They'll start buying from a rival company instead of from yours. میگه شروع میکنن از یه شرکت رقیب. A rival. Rival معنی رقیب هست. از شرکت رقیب خرید میکنن به جای شما. It's not easy to run a business. To run a business یعنی یک کسب و کاری رو اداره کردن، مدیریت کردن. But with a combination of luck, skill and hard work، با ترکیبی از خوششانسی و مهارت و کار سخت، your business just might take off. Take off. در واقع این phrasal verb یه حالتی تو این زمینه، در واقع میشه گفت یه حالت استعاری از بلند شدن هواپیما. هواپیما take off میکنه دیگه، بلند میشه. به همون حالت میبینید یه حالت منحنی خاصی تولید میکنه، درست میکنه، همون حالت میشه بیزنس شما. یعنی بیزنستون این دفعه روز زمین بلند میشه، آروم آروم رشد میکنه و بزرگ میشه. One way to describe a period of time of major growth and success is to say that business is booming. میگه یکی از روش‌های این که توصیف کنیم یک بیزینسی که داره رشد میکنه و موفقه، میگه business is booming. Boom یعنی یک حالت، از همون صدای انفجار میاد و از همون حالت فعل ساخته شده. Boom. وقتی یک بیزینسی یک کاری میتره که خیلی رشد میکنه، میگیم business is booming. به این حالت. خب دیگه نیازی نیست که تاکید کنم چقدر این درس ها مهمه هن. پس حتما روی درس ها کار بکنید، تمرینات در صفحه بعد رو انجام بدید، فایل های صوتی رو از کانال تلگرام دانلود کنید و در اوقاتی که فرصت میکنید گوش بدید، که هم به مرور کمک میکنه و هم به کیفیت تلفظتون. در نهایت سوالی هم اگر داشتید در بخش کامنت ها مطرح کنید. تا جلسه آینده.